با سلام و درود فراوان خدمت بینندگان عزیز، ویلکام تو سبا شو. منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم. هنوزم میشه عاشق تو باشی کار سختی نیست، بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، ویلکام تو سباشو. سباشو یه شروع زنده است در مورد مسائل و مشکلات زنده جمع و جامعه ایرانی و انسانی و جهانی. یعنی همسایه خود رو مانند خودتون دوست داشته باشید، با شما حرف میزنه، صحبت میکنه، به بحث و بررسی و چلنج و راه حل میپردازه. مرسی خانم روز عزیز، همیشه بهت گفتم و میگم و باور دارم خیلی گلی مثل یک کودک، ساده ولی در این حال خیلی عمیق و پر از انرژی هستی. ماها داریم همدیگر رو پیدا میکنیم دوستان عزیز و بینندگان گرامی. سبا شو فقط شو و نمایش نیست، بله، یک شوی جدیه، یک شوی حقیقیه. اگر از این بازی های فیسبوکی، یعنی از این تکرار کلمه ها، عکس ها، شعر ها، شعار ها خسته شدید، از این اعتیاد، من اعتقاد دارم یه موقع هایی این اعتیاده که ما یه سری کلمه ها رو هی به کار میبریم و لذت میبریم. چقدر زیبا میخونه ابی، بله. دوستان عزیز و بینندگان گرامی، اگر از این بازی‌ها، از این تکرار، از این اعتیاد به حرفا خسته شدید و دلتون میخواد دست بزنید به خود 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 زندگی، با من، با ما تماس بگیرید. ما اعتقاد داریم زندگی، حقیقت زندگی یک جای دیگه است. روابط انسانی، با هم بودن، با هم بودن، قوی تر بودن بنی آدم اعضای یک دیگران که در آفرینش، بله، در آفرینش یک گوهر شاید باشند، ولی الان بنی آدم اعضای یک دیگر نیستن، اعداد یک دیگرن. داریم با همدیگه بازی میکنیم به عنوان یک عدد. اگر از این عدد بودن خسته شدید، دوست دارید انسان باشید، انسان باشیم، کنار هم باشید، با ما تماس بگیرید. ما ملیت خاصی نداریم، مذهب خاصی نداریم، فرهنگ خاصی نداریم، به جای خاصی نمیخواهیم بریم. داریم در زمان حال زندگی میکنیم و باورمون بر این هست که اصلا این باور منه، شاید باور شما یه چیز دیگه باشه، اصلا مهم نیست که شما به چی اعتقاد دارید، مهم اینه که شما میتونید ما رو، همدیگر رو دوست داشته باشید. بذارید یه شعر براتون بخونم. از گلی باقی ساختن، با آجوری کاخی ساختن، از لبخندی تولدی دوباره یافتن، با قطره ای با قطره ای اقیانوسی را یافتن. این کیست؟ این کیست که از اوج در من با تو سخن میگوید و اساره تمامی کتب پیامبران را از زبان لالی یافتن؟ این شعر خیلی زیباست. و اساره تمامی کتب پیامبران را از زبان لالی یافتن که دوست بدارید، که عشق بورزید، همین شما را و ما را بس است. منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست.
دوستان عزیز و بینندگان گرامی، خیلی خوشحالم که کسایی به شکلایی توی یک جاهایی این حس رو، این بیان رو، این صحبت رو دارن تشویق میکنن و بارها بهشون گفتم اگر میگن شما آدمی بزرگی هستی، میگم نه، بزرگی در خود شما هست که من رو بزرگ میبینی. ولی من اعتقاد ندارم که تنها میشه کار کرد. تمام کاری که الان صورت میگیره تحت عنوان و اسم سباشو، این شما شو هست، این شما هستید که به من انرژی میدید، پیام منو، حرف منو، صحبت منو متوجه میشید، میفهمید، درک میکنید و منو درک میکنید. اصلا مسئله من نیستم، مسئله مسائلی که توی این سباشو داره مطرح میشه اونها رو درک میکنید، چرا که مسائل و مشکلات جمع و جامعه ایرانی و جهانی ماست. یعنی ما داریم با هم دیگه با یک جای بسیار خوبی تماس میگیریم، حرف میزنیم، صحبت میکنیم و زندگی میکنیم. پس دوستان عزیز و بینندگان گرامی، اومدم توی صبح شنبه‌تون این پیام رو خدمتتون عرض کنم. اگر از این بازی‌های فیسبوکی، اگر از تکرار این حرف‌های تکراری خسته شدید و دوست دارید دست بزنید به حقیقت و خود زندگی، با من تماس بگیرید. این شماره تلفن منه، 604-862-2349. اگر هر حرفی، پیامی، رویایی، آرزویی تو هر زمینه ای دارید، با ما تماس بگیرید. ما داریم همدیگر پیدا میکنیم، برای که من باورم بر اینه که Together we are stronger، با هم ما قوی تریم. یه شعر دیگه هم تقدیم میکنم و براتون روز شنبه عالی رو آرزو میکنم. چی میمونه از ما به جا؟ چی میمونه از ما به جا؟ اگه خیلی ماه باشیم، یه خاطر خیلی قشنگ تو ذهن اون آدمی که مونده تو را، این میمونه از ما به جا. داشتم از سر خیابون وسپود و لوهیت رد می شدم، یه دختری یه دست داره و داره از ماشینا رو، شیشه ماشینا رو پاک میکنه و پول میگیره. خیلی دلم گرفت، یعنی اشکم هم در اومد. رفتم پیداش کنم، باهاش صحبت کنم، گمش کردم ولی حتما اینو پیداش میکنم. حالا یادتون باشه اگر توی کوکیتام زندگی میکنید، اگر از اون چهار راه رد شدید اون دختر رو دیدید، با هم دیگه فکر کنیم که چه کار میتونیم بکنیم برای این دختر نازنین که یک دست هم نداره. نمیخوام بهش ترحم کنیم، ولی زندگی یعنی همین که ما با جامعهمون، با آدمایی که تو جامعه دارن زندگی میکنن، بتونیم تماس برقرار بکنیم. فرهنگ یعنی همین.